عرابه مرگ با سرعت پیش می رود و ویروس مرگبار قربانی می گیرد. ماجرا از اینجا آغاز شد. از 23 فروردین استانهای کشور کسب و کارها رو می تونن آغاز بکنن. حتی وقتی سیاست بازگشایی مشاغل ابتلا به کرونا و مرگ و میر را افزایش داد، وزیر بهداشت روحانی وقیحانه گفت که در خرداد ما بتونیم انشالله کمک کنیم که بقیه کسب و کارها هم به مرور انشالله راه اندازی بشن. بازگشایی مشاغل و راه اندازی کسب و کارها اصلی ترین سوخت ماشین مرگ در میدان کرونا بود. در روزهای آتی با افزایش موارد در اونها مواجه باشیم، پیش بینی میشه استان لرستان، استان سیستان و بلوچستان و عرض کنم خدمت شما که استان آذربایجان شرقی باشه. که از 31 فروردین که روحانی مسیر استانها را باز کرد، دیگر هیچ مانعی برای انتشار ویروس وجود نداشت. تقریبا در 31 فروردین ما بازگشایی که توسط دولت اعلام شد و در سراسر کشور بازگشایی انجام شد و در شهرستان اهواز از 6 اردیبهشت ماه موارد ما آهسته آهسته شروع کرد به بالا رفتن. 6 روز پس از بازگشایی راه‌ها و مشاغل فاجعه پدیدار شد. وضعمون خیلی خوب بود. ما جایی بودیم که درصد آلودگیمون ناچیز بود. ته جدول بودیم ولی همه این اتفاقات از 6 اردیبهشت شروع شد. یعنی چقدر؟ یعنی تقریبا حدود 20 روزه، 3 هفته است و این جای نگرانی هست. یک کارشناس حکومتی ضمن اعتراف به گسترش هولناک ویروس گفت اون چیزی که مشخصه ما همچنان خطر بیماری کووید 19 رو در اقصا نقاط کشورمون داریم، مخصوصا در پایتختمون در کلان شهر تهران. خامنه ای تلاش میکند برای حفظ نظامش سیاست کلان تلفات انسانی را پیش ببرد، اما مردم و جوانان شورشی عزم جزم کرده اند که با سوزاندن کرونای ولایت ریشه تباهی را بسوزانند.